در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در آلمان، احزاب این کشور آخرین تلاش‌های خود را برای جلب نظر رأی دهندگان انجام می‌دهند. لیبرال دموکرات‌ها با توجه به نظرسنجی‌ها نگرانی زیادی دارند. حزب دموکرات آزاد ممکن است به حد نصاب 5% برای ورود به پارلمان هم نرسد و دست به دامن چهره‌های محبوب قدیمی همچون هانس دیتریش گنشر شده است و به رقیبان حمله می‌کند. فیلیپ روزلر، رهبر این حزب، در مورد سیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات گفت: ما یک کتاب به نام یک گابریل برای هر فرصت منتشر کردیم، چرا که او بنا به مخاطبان عقیده‌اش را تغییر می‌دهد و من فکر می‌کنم این سبک سیاست برای آلمان اشتباه است. از سوی دیگر حزب سبزهای آلمان که تمایل بیشتری برای ائتلاف با سوسیال دموکرات‌های آقای پیر اشتاینبروک دارد نیز به رقیبان سیاسی اینجا به اتحاد دموکرات مسیحی‌ها حمله می‌کند. یورگن تریتین، نامزد حزب سبزها در انتخابات آلمان گفت: آنها کمک به کشورهای در حال توسعه را کاهش دادند و به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند. آنها به اندازه هلند و بریتانیا هم کمک خارجی نمی‌کنند و من می‌گویم این ائتلاف دیگر سزاوار استفاده از برچسب مسیحی نیست. ظرف چند هفته اخیر محبوبیت حزب سبزهای آلمان کاهش چشمگیری داشت و از حدود 15% به 10% یعنی پایین‌ترین سطح خود در 4 سال اخیر رسیده است.